سلام، این ویدیو رو با یک سوال شروع می کنم. توی بدن ما چه اتفاقی میفته که فرد مبتلا به دیابت میشه؟ به این تصاویر خوب دقت کنید. دیابت چیه و چه عوارضی داره؟ دو نوع اصلی دیابت وجود داره، نوع 1 و نوع 2. اونا شرایط متفاوتی دارن اما هر دوی اونها جدی هستن. برخی دیگه از انواع دیابت هم وجود داره. وجه مشترک همه اونها اینه که دیابت باعث میشه افراد گلوکوز بیش از حد در خون خودشون داشته باشن. همه ما به مقدار گلوکوز نیاز داریم. این چیزیه که به ما انرژی میده. وقتی بدنمون کربوهیدرات هایی که میخوریم یا مینوشیم رو تجزیه میکنه و گلوکوز در خون ما آزاد میشه، ما گلوکوز دریافت میکنیم. ما همچنین به هورمونی به نام انسولین نیاز داریم. این توسط پانکراس ما ساخته میشه که به گلوکوز موجود در خون اجازه میده وارد سلول های ما بشه. اگه شما دیابت نداشته باشید، لوزالمعده شما متوجه میشه که گلوکوز وارد جریان خون شما شده و مقدار مناسبی انسولین آزاد میکنه تا گلوکوز بتونه وارد سلولهای شما بشه. اما اگر دیابت داشته باشید، این سیستم کار نمیکنه. وقتی دیابت نوع 1 دارید، اصلا نمیتونید انسولین بسازید. اگه دیابت نوع 2 دارید، کمی متفاوت تره. انسولینی که میسازید یا نمیتونه مؤثر باشه یا اگه مؤثر هست، به اندازه کافی تولید نمیشه و مقدارش کمه. در هر دو نوع دیابت چون گلوکوز نمیتونه وارد سلول ها بشه، شروع به تجمع در خون میکنه و گلوکوز بیش از حد هم در خون مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه. در ابتدا منجر به علائم دیابت میشه، مثل گریه زیاد، تشنگی زیاد، احساس خستگی، همچنین ممکنه کاهش وزن رو به دنبال داشته باشه و به عفونت هایی همچون برفک دهان فرد مبتلا بشه و یا از زخمایی که دیر التیام پیدا میکنه رنج ببره. در طی یک دوره زمانی طولانی، سطوح بالای گلوکوز در خون میتونه به طور جدی به قلب، چشم‌ها، پاها و کلیه‌های شما آسیب برسونه. اینها به عنوان عوارض جدی دیابت شناخته میشه. اما با مراقبت و درمان صحیح، افراد میتونن حتی با وجود داشتن دیابت زندگی سالمی رو تجربه کنن. تا اینجا متوجه شدید که دیابت چیه و چه عوارضی داره. حالا در این قسمت میخوام تفاوت بین دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 رو براتون توضیح بدم. مطمئنم به جواب خیلی از سوالاتتون خواهید رسید در این بخش. پس همراه ما باشید. قبل از اینکه بریم سراغ دیابت نوع 2، ازتون میخوام این ویدیو رو حتما لایک کنید و اگر سوالی دارید در قسمت نظرات برای ما کامنت کنید، حتما به اونا جواب خواهیم داد. و اگر سوالی ندارید، برای حمایت از ما یه قلب خوشگل برامون کامنت کنید. کانال خودتونم اگر سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، کلید زنگوله رو فشار بدید، روی گزینه آل یا همه کلیک کنید تا هر زمان ویدیوی جدیدی به اشتراک گذاشتیم به شما عزیزان نمایش داده بشه. دیابت نوع 1 به چه نوع دیابتی گفته میشه؟ حدود 10% از افراد مبتلا به دیابت نوع 1 دارن. این ربطی به رژیم غذایی یا سبک زندگی اونها نداره. وقتی شما دیابت نوع 1 دارید، بدن شما به سلول‌های تولید کننده انسولین در لوزالمعده حمله میکنه. بنابراین اصلا نمیتونید انسولین تولید کنید و در واقع همه ما برای زندگی به انسولین نیاز داریم. این یک کار خیلی ضروریه و به گلوکوز موجود در خون ما اجازه میده تا وارد سلول‌های ما بشه و به بدن ما سوخت رسانی کنه. وقتی دیابت نوع 1 دارید، بدنتون همچنان کربوهیدرات های موجود در غذا و نوشیدنی ها رو تجزیه میکنه، اونها رو به گلوکوز تبدیل میکنه. اما وقتی گلوکوز وارد جریان خون شما میشه، انسولینی وجود نداره که اجازه بده وارد سلول های بدنتون بشه و گلوکوز بیشتر و بیشتر در جریان خون شما تجمع پیدا میکنه. اون وقت بدن شما سعی میکنه از طریق کلیه ها از شر گلوکوز خلاص بشه. شما مرتب به سرویس بهداشتی میرید و تشنگی زیادی به سراغ شما میاد. بدن شما برای اینکه بتونه انرژی رو دریافت کنه، ذخایر چربی رو برای تامین سوخت تجزیه میکنه که همین عامل سبب کاهش وزن شدید شما میشه. تمامی این علائمی که ذکر شد به سرعت در عرض چند روز یا چند هفته ظاهر میشه. هر کسی که این علائم رو داره، باید در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنه. اگر دیابت نوع 1 دارید، با تزریق انسولین، با سرنگ یا با استفاده از پمپی که منبع ثابتی رو به شما میرسونه، انسولین رو وارد بدنتون کنید. همچنین حتما با استفاده از دستگاه تست قند خون که به گلوکومتر معروف هستش، چندین بار در روز قند خون رو کنترل و بررسی کنید که سطح قند خون شما خیلی بالا یا خیلی پایین
نباشه. وقتی که از انسولین استفاده میکنید احساس بهتری پیدا میکنید و سطح گلوکز خون شما پایین میاد. این خیلی مهمه، چرا که در طی یک دور زمانی طولانی همونطور که در ابتدای ویدیو ذکر شد آسیب‌های جدی ممکنه به بدن شما وارد بشه. دیابت نوع 2 شروع خیلی آهسته‌ای داره. میشه گفت فاقد علائم هستش. فرد مبتلا به دیابت نوع 2 زمانی متوجه میشه که مبتلا به دیابته که آزمایش قند خون بده. چرا که خیلی از افراد هستن که از دیابتی بودن خودشون بی اطلاع هستن. ما انواع مختلف دیابت داریم که در ویدیوهای قبلی در موردش صحبت کردیم. ولی یکی از عجیبترین انواع دیابت، دیابتی هستش که به خاطر مصرف داروها به وجود میاد و موقته. 2% از افراد دیابتی زمانی که مبتلا به بیماری میشن و داروی خاصی رو مصرف میکنن مبتلا به دیابت میشن. اون دارو مانع ترشح انسولین از لوزالمعده میشه و فرد مبتلا به دیابت میشه. اما زمانی که اون دارو رو قطع کنه دوباره به حالت عادی برمیگرده و لوزالمعده اون شروع به ترشح انسولین میکنه. ما در ویدیوهای آینده بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنیم و به این موضوع خواهیم پرداخت، پس همراه ما باشید.